الان شما عزیزانی که اینجا هستیم، باز هم گفتم ما شعار نمیدیم، اینهایی که هستیم توی سما، این شهودها اگر دروغ میگم و اگر دارم ناروا میگم و شعار میدم اصلا نباشیم. ولی ایمان یعنی همین، ایمان یعنی عمل کردن. جایی که کرک گور میگه آقا ایمان یعنی عمل، ایمان معنی باور نیست. وجودت باید وجود ایمانی باشه، وجودت باید وجودی باشه که تو بتونی به دروغ اجتماع بگی نه، بگی نه، بتونی این کار رو بکنی. اولین قدمی که تو بتونی این شهود رو درک کنی، به همون اندازهی که میدی به همون اندازه میگیری، همون اندازهی که برات مهمه به همون اندازه میگیری. اما این رو در نظر بگیرید. بسیار به عرض من، علل خصوص عزیزانی که تو سما میایید و خیلی مسئله رو، عزیز من، به همون اندازه که میدی میگیری، به همون اندازه که برات مهمه پرایوریتیه میگیری. تمام اینها خود عیسی مسیح، مولانا، هر کی، بودا، هر چی تو این تاریخ دیدی، اگر قرار باشه برای رسیدن به این ایمان از راه سلامتی بیای جلو، اگر بخوای هی خواسته ها داشته باشی، حرفایی که جلسه قبل زدم، گفت میتونی نونا رو سنگ کنی، گفت ایمانی که از نون با در بیاد ندای شیطانه. عرفانی نیست که تو بری دعا کنی یا چهار تا جن و روح رو بیای در اختیارت بری میلیونر بشی، والا دروغ میگن. این نیست. اونقدر که تو ولیو میدی، اونقدر که تو از دل مایه میذاری، به همون اندازه و یا بیشترش میگیری. انتخاب تو چیه؟ بیداری تو چیه؟ در چه اولویتهایی قرارش دادی؟ در چه اولویتهایی باید باشه؟ برای رفتن به این تاریکی ها و برای رفتن به این درون و آوردن اینها، بازم میگم تاریکی رو شیطان نگیرید، ناشناخته شاید لغت بهتری باشه. عزیز من، در ذکری که میای، در سمایی که داری میای، شستشوی فطرته. این رو نمیتونی شوخی بگیری. اولین قدم برای این که وارد بشی بر این ناشناخته های درون خودت، ما اصلا به جن و پری کاری نداریم، ما بدونی که چه توانایی هایی داری و چه کارهایی ازت برمیاد، باید بدونی که اولویت ها چیه، چی رو انتخاب کردی، چقدر جدی، چقدر حرف شنوی، چقدر دنبال میکنی. و الا اگر به جایی برسه که دیگه کاری از دست کسی نیاد، فایده نداره. یه مثالی رو من خدمتون بزنم. ببین، تا اون زمانی که جدی هستی، تا اون زمانی که باهات جدی برخورد میشه، وقتی که اعمال میشه که این کار رو بکن، یعنی هنوز این کاریز وجود داره، این حیات وجود داره. انسانی که در اون مرده است، دیگه اصلا حرکت براش چه معنی داره؟ خوشحال باش که میگه بکن یا میگه نکن. باید بری توی این با توی این داستان ها. پس من یه جمع‌بندی کنم. اولین مسئله‌ای که شما میخواین بچه دار بشین، ارتباط یک زن و مرد با همه. باید یک زن و مرد با هم ارتباط داشته باشن که این به وجود بیاد. مولانا داره مثال میزنه. اولین قدمی هم که تو بتونی این ناشناخته ها رو بیاری تو خداگاه و بعد بری تو این روزه ها، بری تو این ریاض هایی که مولانا میگه، باغ های مصفا، که بتونی گشت و گذار کنی، این هست که عالم یقظه رو بیدار شده باشی. بر برده بودن و پاپت بودن، اگر بر اون بیدار نشدی، سوار خواهند بود، کاری نخواهند کرد، کاری نخواهی کرد، نمیتونی بکنی. امیدوارم روشن کرده باشم که با مثال فرزند مولانا داره منتقل میکنه چه بی‌نهایت درختهایی در میتونن شکوفا بشن و تو اصلا متوجهش نیستی. این مثال رو زد مولانا که ما بدونیم.